سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم هر جای دنیا که هستید خوب و سلامت و موفق باشید. دیروز ما کانادا دی رو داشتیم، بابت این روز هم به همه کسانی که در کانادا هستن تبریک میگم، همه کسایی که کانادا رو دوست دارن و براش دارن برنامه ریزی میکنن. دو تا سوال اصلی که در این لایو میخوایم ما راجبش صحبت بکنیم پرتکرارترین سوال هایی که همیشه از ما پرسیده شده. اولش این که کی میتونه دعوتنامه بده، دعوتنامه از طرف چه کسی مورد قبوله، برای چه برنامه های قابل استفاده است و در صورت قبول یا رد شدنش یا حتی در صورتی که برای فردی که دعوت شده مشکلاتی پیش بیاد چه تأثیری داره روی افرادی که دعوتنامه رو صادر کردن. و بحث بعدی هم هزینه های زندگی در کانادا است که به طرز بسیار بی سابقه ای افزایش داشته در این چند وقت اخیر و این دغدغه خیلی از عزیزانی که دارن برنامه ریزی میکنن برای کانادا، و تو این لایو سعی میکنیم راجع بهش اطلاعات بسیار خوبی رو بهتون بدیم. موضوع اول، دعوتنامه از طرف سه بخش از افراد میتونه از کانادا ارسال بشه. در وهله اول خانواده درجه یک هستن که قوی ترین دعوتنامه رو دارن، بهترین شرایط رو دارن واسه ارسال دعوتنامه و تقریبا با یه ضریب ریت بالای 80-85% پذیرفته میشه برای ویزای توریستی. تو دعوتنامه خانواده پدر و مادر، فرزند و پدر بزرگ و مادر بزرگ هدف اصلی هستن، یعنی افرادی هستن که میتونن دعوت بشن. در وهله بعدی خواهر و برادر محسوب میشن، یعنی خواهر و برادر یه مقدار سخت‌تر میشه براشون با دعوتنامه در حقیقت ویزا رو گرفت، به خاطر اینکه خانواده مستقل هستن، مخصوصا اگر ازدواج کرده باشن که خب می خانواده کاملا مستقل هستن، شرایط خودشون، همسرشون، ثبات شغلیشون کاملا دخیله. پس پدر، مادر، همسر، فرزند و پدر بزرگ و مادر بزرگ برای برنامه های توریستی که بعد به راحتی میشه اینها رو تبدیل کرد به اقامت دائم، میتونیم ما براشون دعوتنامه بدیم. حالا چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر فرد با دعوتنامه اقوام بیاد و مثلا اینجا درسشو ادامه نده، مثلا کار خلافی انجام بده یا پناهنده بشه، خب این چه تأثیری میذاره و آیا اون فردی که دعوت شده یا دعوت کننده بوده اون تحت تأثیر قرار میگیره؟ جواب این سوال منفیه. فرایندی که خدمتتون توضیح میدم که داره مهاجرتون رو بررسی میکنه فرایند استانداردی برای تمام دعوتنامه ها. شما وقتی که دعوت میشید برای انجام یک کاری تشریف میارید و انجام اون کار فقط مسئول شما هستید. مثلا اگه شما درستون رو ول کنید و فکر کنید برادر شما به شما دعوتنامه داد، شما درستون رو ول میکنید، رو پرونده شما تأثیر میذاره، نه رو پرونده ای که اعتبار و سندیت برادرتون ممانه کسی که بخواد بقیه افراد رو هم دعوت بکنه. پس این رو کاملا عزیزانی که اینجا هستند و میخوان دوستان، اقوام و عزیزانشون رو دعوت بکنن به کانادا راجبش مطمئن باشن. حتی اگه یک فردی اینجا پناهنده بشه، اون هیچ تأثیری روی سندیت شما برای دعوت فکر کنید پدرتون، مادرتون یا برادرتون یا خواهرتون نخواهد داشت. ولی اون فرد اگر بخواد، کسی که اینجا موندگار شده با دعوتنامه شما، بخواد کس دیگه ای رو دعوتنامه بده، قطعاً بسیار دوچار مخاطره و دوچار چالش خواهد بود راجع به این قضیه. سوال دیگه که خیلی پرسیدن در مورد اینه که مثلا اگر ترک تحصیل اتفاق بیفته واسه کس دیگه ای بخواد دعوتنامه توریستی ارسال بشه به چه صورته؟ ترک تحصیل باز دوباره فردی که دعوت شده رو تحت تحصیل قرار میده. شمایی که مثلا برادرزادتون، خواهرزادتون، فرزندتون یا حالا پدر بزرگ، مادر بزرگ، هر نسبتی بوده با شما و شما رو دعوت کرده، اون کسی که دعوت کرده تحت تأثیر قرار نمیگیره و کار به همون صورت پیش میره براش، میتونه افراد دیگه ای رو هم دعوت بکنه. فاصله بین دعوت ها چقدر باید باشه؟
این سوال خیلی پرتکراریه. شما باید یه در حقیقت معنایی داشته باشه دعوتتون. اینکه شما مثلا ماه قبل ایران بودید، الان برای دو نفر دیگه همزمان درخواست میدید، یه مقداری سندیت اعتبار شما رو میاره پایین از دعوتنامتون و اینها رو ضریب شکستشون رو میبره بالا. یا اینکه مثلا همزمان برای دو تا برادر یا دو نفر از اقوام دعوتنامه بدید، خب تحت تاثیر قرار میده. بهتره که یه فاصله حداقل 6 ماهی وجود داشته باشه تو این قضیه. و نکته دیگه‌ای که خیلی مهمه اینه که ما توجه داشته باشیم دوستان و آشنایان که خیلی راجبش از ما سوال پرسیده میشه، متاسفانه خیلی قابل اثبات و قابل استفاده نیستن. یعنی دعوتنامه کسی که میگه که من با یک فردی 30 سال 40 سال دوست بودم و اصلا واقعا ما با هم صمیمی هستیم، مثل برادر هستیم، بوده مواردی که ویزاشون انجام شده، ولی واقعا این رابطه باید یه رابطه واقعی باشه، قابل اثبات و قابل تریس باشه، یعنی شما کار مشترک با هم انجام داده باشید، مثلا شرکتی داشته باشید، واقعا مسافرتی رفته باشید، تو پرونده بشه این رو اثبات کرد که این رابطه دوستی واقعا واقعیه و وجود داره. چون خب براش سندی وجود نداره که من بگم شما پروندهتون کذبه، با فلانی دوست نبودید یا فلان فردی خیلی صمیمی بوده، واقعا مثل خواهرش و برادرش بوده. میشه برای این عزیزان اقدام کرد و نتیجهش هم مثبت بوده و ولی ما فقط کیس هایی رو میگیریم که برامون محرز باشه تو پرونده که میشه از این نسبت دفاع کرد. اگر خودتون هم میخواد اقدام بکنید، بایستی واقعا این رابطه رو کاملا تشریح بکنید و وارد جزئیاتش بشید، شرح بدید که چی باعث شده که این رابطه اینقدر نزدیک باشه که این فرد بخواد یکی دیگر از اون بره دنیا دعوت کنه اینجا و در کنارش باشه. دعوتنامه شرکتی و دعوتنامه تجاری سوال خیلی مهم دیگه ایه که پرسیده میشه. خیلی از عزیزان اینجا شرکت دارن یا دوستانی رو دارن که اینجا یه شرکتی رو ثبت کردن. شرکتی که در کانادا میخواد دعوتنامه بده به شما، چه برای ویزای توریستی چه برای ویزای ورک پرمیت که خب ویزای بسیار حساس تر و خیلی پیچیده تری هست، باید یه سری شرایطی رو داشته باشه. اصلی ترین شرطش اینه که بایستی فعال باشه، یعنی شرکت کاغذی، خب ثبت شرکت کاری نداره، ما با $1000 براتون ثبت شرکت رو انجام میدیم و شما میتونید کار بازرگانیتون رو باش انجام بدید، ولی به درد اداره مهاجرت و بیزنس و ورک پرمیت نمیخوره اون شرکت. برای ویزای ورک پرمیت باید شرکت پرونده مالیاتی فعال داشته باشه، سود نشون داده باشه، مثلا در تکس سال 2021ش به نسبت تعداد نفراتی که داره و افرادی که میخواد دعوت کنه باید حاشیه سودی اعلام شده باشه براش. خب خیلی از اینجا هستن که برای اینکه مالیات کمتری بدن سود کمتری نشون میدن و اون اینجا مخاطره آفرینه و یه مقدار ممکنه که چالش قضیه رو بیشتر بکنه. باید حتما پرونده LMIA براش تشکیل بشه اگر میخواد ورک پرمیت بده به یکی از حالا حتی اقوامشون که بیاد اونجا براش کار کنه تو شرکتش، و این کار هم قابل انجامه، به صورت متوالی و بسیار مستمر داره انجام میشه، رویه خیلی پرطرفداریه و بسیار میتونه کمک کننده باشه برای افرادی که در ایران هستن و میخوان تشریف بیارن. ولی حتما تعداد یعنی نفرات جذب شده یه کانادایی تو شرکت باید بالای یکی دو نفر باشه. شرکتی که خود صاحبش فقط داره توش کار میکنه خیلی تو این زمینه نمیتونه مؤثر دعوتنامه بده. ولی اگر بخواید دعوتنامه توریستی بدید که یک فردی بیاد و یک مدتی رو پیش شما باشه، حالا برای کار تجاری یا برای ملاقات دوستان و آشنایان، این قضیه قابل انجامه و میشه پرونده رو بررسی کرد و نتیجه خوبی رو هم ازش گرفت. یه سری سوالات راجب دعوتنامه رو من پاسخ میدم، بعد میریم سراغ بحث هزینه ها که اکثر سوالات تو اون بخش بود. دانشجو میتونه دعوتنامه صادر بکنه یا خیر؟ بله، دانشجو میتونه دعوتنامه صادر بکنه.
برای پدر مادرش که قطعا میتونه، برای خواهر برادرش یه مقدار سخت‌تره، باید بررسی بشه. واسه افراد دیگه خیر، دوستان آشنایان، چون خودش ویزای موقت داره، خودش اینجا مهمانه برای یکی دو سال، باید اون ویزا تبدیل بشه به اقامت دائم. بعد خب قطعا شانس این رو داره که برای افراد بیشتری بتونه دعوتنامه بده. ویزای حمایتی یا اسپانسرشیپ به چه صورته؟ اسپانسرشیپ در حقیقت یک نوع ویزا نیست. ویزای کسی که با اسپانسرشیپ میاد یا ویزای توریستیه یا ویزای اقامته یا اگر ازدواجه که همون پی آر اقامت دائمه. و در حقیقت سپانسر شدن حمایت مالی از یک فرد، اولا برای همه برنامه ها قابل انجام نیست. شما تمکن مالی برای یک فردی که مثلا خواهرتون، پدر، حالا مثلا در حقیقت پدر خانومتون، یا برای کار بیزنسی، برای اقوام درجه دو رو دارم میگم، مثلا برای خواهرزاده، برادرزاده، یا کسایی که خارج از خانواده خودتون هستن، پدر مادر خواهر برادرتون هستن، میتونید اسپانسرشیپ بشید از این جهت که تمکن مالی بذارید براشون، ولی این 100% رو نتیجه تأثیر نداره. همون فرد اگر از ایران هم این رو بذاره همینقدر تأثیر داره، این اختلاف خیلی متمایز ایجاد نمیکنه. برای عزیزانی که ازدواج داشتن، یعنی یک فردی اینجاست، یک فردی در ایران، ترکیه یا هر جای دیگه ای و برای ویزا میخوان اقدام بکنن، میشه اسپانسر شیپ رو در نظر گرفت. تفاوتش اینه که اسپانسرشیپ مستقیما به پی آر میرسه، ولی یه چیزی حدودش 2 سال طول میکشه. ولی بهتر اینه که بعد از اینکه پرونده سابمیت شد، برای ویزای ویزیتوری اقدام بشه و ما میتونیم کمکتون کنیم تو این زمینه که سریعتر ملحق بشید به پارتنرتون و مدت زمان انتظار اقامتتون رو داخل خاک کانادا باشید. برای مادر بزرگ و پدر بزرگ، بله، کاملا این قضیه شدنیه با اسپانسرشیپ یا توسط یا به واسطه سوپر ویزا یا ویزای ویزیتوری، که پیام بدید اینها رو، همکارانمون کمکتون خواهند کرد. خب میرسیم راجع به بحث هزینه های زندگی در کانادا. تو اخبار احتمالا خوندید، تو پیجای مختلف دیدید که تورم خیلی بی سابقه ای رو داره کانادا تجربه میکنه، کل دنیا داره تجربه میکنه و خب همینطور کانادا. راجع به این قضیه یک سری اطلاعاتی رو من میخوام خدمتون بدم که اطلاعات بر ما بر مبنای واقعیت های خرید بازار و بازار فعلیه که شما اقلام اساسی که خرید میشه رو به قیمت ها شدته چند سال براتون آماده کردیم که خدمتون ارائه میدیم. این تفاوت قیمت رو بتونید در سالهای مختلف خودتون چک بکنید. برای مثال این چند قدم کالایی که خدمتون دارم میگم، کالاهایی هستن که بسیار پر تکرار هست خریدشون. شیر، ما همه این کالاها رو در سال 2012 و 2022 خدمتون میگیم که در طی این 10 سال قیمتشون چه اختلافی داشته. یک در حقیقت ظرف شیر 4 لیتری که یک سایز بسیار پرخرید اینجا، در سال 2012 $4.9 بوده، در سال 2022 شده $6.5. گوشت چرخ کرده 1 کیلویی $9 بوده، الان شده $13. در سال 2012 یک شونه تخم مرغ 12 تایی $3.22 بوده، الان شده $3.87. روغن 1 لیتری خوراکی، روغن گیاهی، $4.11 بوده، الان در سال 2022 شده $4.45. مثلا اقلام غذایی بسیار پرتکرار مثل ماکارونی، مثلا $1.46 بوده در سال 2012، الان شده $1.75 در سال 2022. و برای خودرو هم که خیلی ها سوال کرده بودن، مثلا یک تویوتای کورولای که در حقیقت بسیار افوردبل، قابل دسترسه واسه مهاجرها و ماشین خوب بسیار پرطرفداری هم هست، در سال 2012 حدود $8,000 بوده و الان در سال 2022 هولوهوش 16 تا $19,000 بسته به آپشن هاش. تا
تورم کانادا به صورت کلی در سال 2012 1.52% بوده و در سال 2021 که آخرین رقمیه که منتشر شده به عدد بی سابقه 3.5% حدوداً رسیده. 3.5% برای کانادایی واقعا یک عدد بسیار بی سابقه‌ایه و اصلا تجربهشو نداشته. تورم 3% تورمیه که واقعا در طی 50 سال گذشته اصلا تجربه نشده بوده تو این کشور. و ذهنیت کانادایی اینه که اگر خودش زمان بچگی مثلا دوچرخه‌شو خریده تو سن 15 سالگی $150، الان برای بچه‌ش هم که میخواد بخره مثلا باید $250 باشه. وقتی میشه $300 یا $350 بسیار این براش مخاطر آمیز، عصبانی کننده و غیر قابل قبوله و این تورم با این نرخ بسیار بسیار چالش برانگیز برای یک کانادایی. پس عددها و رقمهایی که صحبت میکنیم راجبشون و کلماتی که استفاده میشه، کلمه بسیار زیاد، برای کانادایی تورم 3% بسیار زیاده. تورم کانادا طبق تعهد دولتش باید زیر 2% باشه و برنامه‌ریزیش اینه که در سال آینده این عدد رو برسونن به 2% و این 1% اضافه واقعا خیلی بحث ملتهبی رو ایجاد کرده این تورم. ولی در سبد قضایی افراد اگر ما بخوایم نسبت به 3 سال قبل بررسی بکنیم، شاید برای هر نفر در ماه اختلافی که ایجاد شده شاید $100 باشه تو هر خانواده و بیشتر تو بحث مسکن خودش رو نشون داده که حتما حالا با یک کارشناسی تو این زمینه حتما راجع بهش صحبت خواهیم کرد تو لایو مشترک در آینده نزدیک. و یک مقدار خیلی زیادیش هم که بیشتر دیده میشه و صحبت میشه بحث بنزینه و سوخته. بنزین کانادا لیتری هول و هوش $1 بوده، الان رسیده به لیتری هول و هوش $2، همچنان با یک ساعت حقوق که $15 حداقل حقوق میشه 7 لیتر 8 لیتر بنزین زد، ولی این عدد هول و هوش 12 لیتر 13 لیتر بوده تو دو سال گذشته. راجب مسکن خیلی پرسیده بودید و یه سری آمارهایی رو دوباره تو بحث مسکن خدمتون خواهیم ارائه بدیم. یه آپارتمان دو خوابه که به صورت پیشفرض اپلاینس و لوازم آشپزخونه رو توش داره، یعنی لباسشویی و خوشکن و ظرفشویی و مایکروویو و اجاق گاز و فر، در شهرهای بزرگ $2,500 میتونید شما تهیهش بکنید اجاره ماهیانش. قطعا به بالا، ممکنه $3,000 شما یه آپارتمان خوب بتوید بگیرید، قطعا جاهای بهتر شهر عدد بالاتری رو هم باید بدید، ولی $2,500 میشه تهیه کرد. تو شهرهای کوچیکتر این عدد $1,300، حالا میانگینش رو داریم میگیم خدمتتون. شهرهای بزرگ منظور تورنتو، ونکوور و هومشون هستن، مثلا میسیساگا، اینجا ویکتوریا تو ونکوور و این دو تا شهر اصلی، کلگری یه مقدار نزدیک‌تره به اینا، اوتاوا، اینها شهرهایی هستن که تقریبا گرون‌ترن. ولی مثلا شما تو ساسکتون، تو رجاینا، تو هالیفاکس میتونید با $1,200 واقعا یه کاندوی خوب تهیه بکنید و تقریبا هزینه مسکن نصفه توی اون شهرها. برای یه هاوس که خونه مستقل یک واحدیه، مثلا سه خواب و سه تا سرویس و یک شرط بیشتری داره که خیلی خیلی اینجا بیشتر دیده میشه، تقریبا 80% خونه ها هاوس هستن، تو شهرهای بزرگ شما $4,000 رو باید بذارید کنار حداقل و این عدد میره به بالا دیگه تا 6 تا 7 تا 8 تا تو بخش‌های مختلف شهر بسته به جایی که انتخاب میکنید هزینه براتون خواهد داشت. ولی تو شهرهای کوچیک باز دوباره یک هاوس رو میتونید شما از $2,000 تهیه بکنید. بحث دانشجویی، مسکن دانشجویی، سویت دانشجویی که خب این هم خیلی مورد سوال بوده، یک سویت مستقل دانشجویی که یک فردی بدون همخونه بخواد توش زندگی کنه تو شهرهای بزرگ، حالا این میتونه بیسمنت ساختمون باشه، میتونه یک واحد آپارتمانی باشه، از $1,500 قابل پیدا کردنه و تو شهرهای کوچک دوباره این سویت مستقل از $700-800
به بالا میشه راحت پیداش کرد. جمع هزینه های خورد و خوراک یک نفر، ما یک نفر رو در نظر میگیریم، فکر کن یک دانشجو، خورد و خوراک و عیاب و ذهاب و قبض تلفن و برق و اینترنت و تمام هزینه ها به غیر هزینه مسکن، یک عددی هول و هوش $400 در شهرهای بزرگ قابل هندل کردنه. ما از چند تا دانشجوهایی که در حقیقت همین الان در حال تحصیل هستن با شرایط واقعی همین الان سوال رو پرسیدیم، از $250 تا $350 برای خورد و خوراک در نظر گرفتن در ماه، و خب یه عددی هول و هوش $100 برای ترانسپورتیشنشون، حالا تراموا، مترو، اتوبوس و $50 حداقل اینترنتشون و خط تلفنشونه. یه عددی حدود $400 با اختلاف حالا $50 بالا پایین در شهرهای بزرگ و $300 در شهرهای کوچیک این عدد قابل انجامه. برای کرایه ارزون محل زندگی و انجام کارهای بد به ورود ما میتونیم کمکتون کنیم. یه سری اپلیکیشن هایی وجود داره که معرفی کردیم، باز بیشتر معرفی خواهیم کرد، و گروه های دانشجویی که برای ساکنین همین جاست برای به اشتراک گذاشتن محل زندگیشون خونه و پیدا کردن هم خونه که میتونه گزینه های بسیار خوبی باشه، هم برای تقویت زبان شما، هم برای داخل شدن به جامعه کانادا و هم از نظر اقتصادی، اینها رو هم در آینده بسیار نزدیک معرفی خواهیم کرد خدمتتون. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این اطلاعات و براتون مفید بوده باشه. سوالاتتون رو برای لایو بعدی که شنبه دو هفته آینده خواهد بود حتما تو کامنت پست مربوطه بذارید، پاسخگو خواهیم بود. شاد و موفق باشید. خدا نگهدارتون.